تقویت پدافند هوایی کشور با افتتاح خط تولید انبوه موشک برد بلند صیاد 3. در این مراسم با حضور وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، تعدادی از این موشک برد بلند تحویل قرارگاه پدافند هوایی خاتم الانبیاء ارتش شد. همت متخصصان سازمان هوافضای وزارت دفاع باز هم دستاوردی داشت. صیاد موشکی با برد 120 کیلومتر و ارتفاع پروازی 27 کیلومتر سلاحی کارآمد برای دفاع از آسمان کشور. در مراسم رونمایی از این سلاح مؤثر، وزیر وزارتخانه‌ای که دغدغه‌اش تولید سامانه‌ها و تجهیزات نیروهای مسلح است، ابتدا از اولویت‌ها گفت. ما در فضا و در هوا یکی از موارد اولویت دارمون هست که بایستی همواره تأمین فضای کشور رو و امنیت هوایی کشور رو در بهترین وضعیت خودش عمل کنیم. صیاد 3 قادر است با انواع جنگنده های رادار گریز، هواپیماهای بدون سرنشین، موشک های کروز، بالگردها و انواع پرنده ها درگیر شود. ما امروز در همه سطوح پدافندی، ارتفاع پست، متوسط و بلند با همه کارایی‌های لازمی که بایستی سیستم‌های ما قادر به عمل در همه شرایط باشن، قادر باشن با جنگ الکترونیک دشمن مقابله کنن و قادر باشن با تجهیزات پیشرفته‌ای که اونها دارن در مقابل اونها عمل کنن، به حمدالله این امکان وجود داره. در ادامه فرمانده نیرویی هم که این موشک را تحویل گرفت، صیاد را سلاحی کارآمد و مؤثر توصیف کرد. این سیستم موشکی هم به شکل فعال و هم به شکل نیمه فعال قابلیت استفاده داره و این چنین تکنولوژی تجمیع شده در یک سیستم سلاح موشکی متحرک و بومی در دنیا شاید در دست چند کشور محدود باشه. بومی‌سازی فناوری‌های پیشرفته دنیا در ساخت این موشک موجب شده تا این سلاح قابلیت‌های پیشرفته مقابله با جنگ الکترونیک را نیز داشته باشد. فناوری‌های تجمیع شده در صیاد 3 این موشک را تبدیل به سلاحی بی‌نظیر برای مقابله با تهدیدات هوایی